بحث اینه با در ارتباط سلامتی بایستی هموستاز بدنتون به هیچ وجه ناپایدار نشه. دوستان یه چیزی من خدمت شما بگم، ما در دورانی از گذار زمین قرار گرفتیم، این روش توجه بکنیم. حالا در دنیا اگر شما الان در امریکا باشین، چون من بودم متاسفانه یه اتفاق افتاد نتونستم این برگردم، بعد میبینید که بسیار مکانهایی رو در همین ورزش، در همین ورزش بدنسازی من میبینم که جلسه که گذاشتن آنتونی روبینز میاد صحبت میکنه با دوید ویسون، راجع به چی میاد صحبت میکنه؟ راجع به بایو هکینگ صحبت میکنه. بایو هکینگ رو ما نمیدونیم چیه، این خیلی مهمه. همه کسی داره پدرت مصرف میکنه، بایو هکینگ رو داره اجرا میکنه و شما نمیدونید. اگر هم میدونید اجراش میکنید جمعونی شما صحبت میکنید. خب بهتر ما قراره در مورد بهتر صحبت کنم، چون من اسلایدم 200 خورده اسلاید بود، دیدم شرایط اینطوریه، کمش کردم شد 80 تا. و هرچند که بحث بهتر این بحث شاید یه تم تفصیلی باید باشه و بایستی باز بشه و شما به یاختهای بدن شما بچسبه که اصلا بهتر همه وجود شما بهتریده، اصلا بهتر که بد نیست، که ما اگر نباشه که نیستیم. بهتر در لزوم بده ما نباشی که ما مشکل دچار اصلا نمیشیم. اگه گل با گل نباشه ما دوشه مشکل میشیم. پس خوبه. حالا نگاه زیباتر میشه. ما میگیم که اگه از نظر زیستشناسی حاوی دو یا چند آمنسیت هستن و به شیوه‌های مختلفی تغییر پیدا میکنن. ما میگیم که اگر ببینید، پپتاید گفتیم قطعه‌های پروتئین هستن که بعد میچسبن زنجیره بزرگی شکل میدن. این هایپرتروفیه که در ورزشکارهای بدنسازی بزرگ ما می‌بینیم یا در کسانی که در فیلم‌ها هم بازی بکنن در شرایط کوتاه دچار هایپرتروفی بشن، از پپتاید مورد استفاده میشه. اما گفتم نقطه تارگت پپتاید اگر ما استفاده کنیم به دو عامل شما نیاز داریم: یک، استرس تمرین چون ورزشی است. دوم، تمرینات مقاومتی. این دو کار بایستی ابتدا به ساکنش انجام بشه، بعدا آماده ستلایت بشه، امطور فعال بشه و بعد ما اقدام بکنیم به این. نه اینکه چون استاد فلانی میگه این کار اشتباهه، این کار بدنتون رو برده تقدار قرار میدید. وقتی آب نسیت ها به هم میچسبن، این پپتایدها کلاژن ایجاد میشه، پوست زیبا میکنه. الان خانم‌ها در اطلاع دارم، الان آقایان هم حتما هستن، ممکنه در سطح پوست زیبایی امروزه بیشتر از پپتایدها استفاده میشه. ما در کلینیک در جدول شکم داریم از پپتاید استفاده میکنیم. ولی چرا؟ چون میاد بافت کلاژن رو تاثیر میذاره و کلسترول رو تحریک میکنه و بافت حمبند رو عالی‌تر میکنه. قراره که ما در این تاریخچه رو عبور کنیم، تغییر مدیر بگیم در مورد استفاده نگهداری سوپاکیپین و به وضع ای سی ای در حقیقت مورد وایستی صحبت کنیم، آدوپوئید ها رو بیم بگیم و سی جی سی و فالستاتین، همینطور فایده رشد ها رو بیم توضیح بدیم. اگر برسیم اون رشد آزاد کرده پپتید یک و دو چیش و دو هلزارین که مورد موضوع همه دوستان هست، اینوگرافولین و خدمت ها از کنم سرمونین، اگر بتونیم به اینا پاسخ بدیم. تاریخچه میدونید، تاریخچه در سال 1901 مورد ارزیابی قرار گرفت، همونطور که در سال 1970 ما دیدیم که نادرلون آمد از سد روس گذشت در اسپانیا، آقای فیسفرنگو اومد این رو کشفش کرد نادرلون رو و در دنیای بحث دوپینگ و یعنی نیروهای انرژیزا مطرح شد. در جنگ جهانی دوم دیدیم که نادرلون تونست در سرزمین روس روس‌ها شکست بخورن و آلمان‌ها تا یه مرحله پیش برن، وقتی نادرلون اومد آلمان‌ها شکست بخورن. در اولین چیزی که شد در حقیقت سنتز شد اکسیتوسین بود، یعنی همین هورمون عشق، هورمون در حقیقت نشاط. الان در صنعت روان‌پزشکی از اکسیتوسین استفاده میشه، در اینم پپتاید دیگه، یه اولیگوپپتاید. در زنان زایمان استفاده میشه، خانم که پرایدنش مثبت میخواد وضع هم کنه تزریق میکنن، در حقیقت سنتوسین رو ترشح میشه و سنتوسین ترشح میشه باعث میشه متاژن آزاد بشه، متاژن که آزاد بشه باعث میشه جنین به دنیا بیاد. از یک اولیگوپپتید تحلیل عنوان اجزا میشه. در طبیعت بدنی اونا که دیپپتید هستن، یعنی در حقیقت از دو زنجیره آمین اسید و تریپپتید از سه آمین اسید و اولیگوپپتید کمتر از ده آمین اسید هستند، پلی‌پپتید ها مثل چیزی که الان ما بخندش استفاده می‌کنیم از هورمون رشد و آنالوگ های آن، ما می‌بینیم که از ده آمین اسید
بیش از احکام نسل هستن و پرتوین ها بیش از 40 تا 50 زنجیره آب نسیلی دارن. حالا در کنار این پپتاید ها ما چه نوع عوامل مکملی و چه چیزهایی بایستی استفاده بکنیم تا جذب سریع و بهتر داشته باشه و امطور در سطح بالا نمیره؟ در امطور عرض کردم امطور نباید در سطح بالا دوستان نجه دارید. اگر امطور در سطح بالا ایجاد بشه حتما ما دچار کانسر میشیم، حتما دچار ناراحتی هایی میشیم که متاسفانه جبران پذیر نیست. اگر امطور بالا باشه حتما مسئولیت میگیریم. دوستانی که در میان ما نیستن و کسانی که دچار تومران مغزی شدن، کسانی که این اتفاق براش افتاد اصل همین دو دارو بود، یکی چیزیش آبیسیش بود، چرا در مغز متورم میکنه سلول مغزی رو اگر ناخودآگاه وارد بدن بشه. پس بنابراین به این توجه داشته باشیم. در مورد استفادهش در درمان بیماران متابولیکی، بیماران متابولیکی چی هست؟ بیماران که دیستروفی عضلانی دارن، حتی در ورزش هم دچار دیستروفی عضلانی میشیم، به دلیل اونجا میوزیت میشیم، یعنی ساخت بنوازه در بدن ما کم میشه، تمرین میکنیم ضعف عمومی بدن ما داره و ازش استفاده میشه، در درمان سرطان ما استفاده میشه. یا با دوزولاری که جنوبای دکتر گفت در سرطان کبد یا آدنوکارسینوما که بدترین نوع سرطان هست در حالا استخوان، در تستیس و در زنان اتفاق میفته، از پپتاید استفاده میشه در مرحله مبارزه با در حقیقت همین اگر بخوام سادهش بگیم همین انتقال. جایگزینی هورمون‌ها انتقال دهنده پیام‌های عصبی هستند، ضد عفونت و افزایش دهنده سطح ایمنی هستند. اینها در حقیقت از موارد استفاده از پپتاید است. اما خلوص پپتاید که شما استفاده می‌کنید دوستان، حالا در موردش دیدید، فکر کردید غیر از این بیاری که زدیم، دیدید که مثلا این خلوص چند درصده؟ ممکنه استاد ایکس به من میگه آقای بسیار عالی تو داری ازش استفاده میکنی، این شرکت مثلا فارماسیوتیکال داره، شرکت میسنت امریکایی داره، خلوصش این مهمه برای شما. بدانید چیز ارزان قیمت بها نداره، چیزی که گرانه بها داره. پس نیامد بگیم من سوماتروپین دارم به شما میدم 16 قاعده اینقدر ولی اون میاد اینقدر، ارزشش نگاه کنید به این خلوصشه، کمتر از 8% متناوب استفاده درجه خلوص پپتاید خیلی مهم است. چرا؟ به خاطر اینکه در بدن ما حداقل دچار آسیب کمتر بود. البته ما بیش از 5000 پپتاید شناسایی شده، 60 پپتاید الان FDA تایید کرده، از این 60 تا هم در سقط رسما اعلام نشده در سند بحث درمانی، حتی در کووید 19 براش مطرح شده که ما استفاده از یک نوع پپتاید رو انجام بدیم، اما هنوز در بحث و کلاچ هست که میشه بعد این کار کرد یا نه که در بایستن میکنم ازش بهره بگیرم. نگه کنید دوستان، نگه کنید پیپاید میدین ازش بگذرم، نگه کنید حتما باید منش دار درجه باشید. این شیکر کردن رو شما بگم، شیکر کردن مهمه، یعنی شما در جهت حرف ساعت و 8 حرف ساعت به هیچ فرد این کار نکنید، چون پیپاید شکر میده است وقتی که بشکنه برای شما آرزه ایجاد میکنه، یعنی یک زنجیره دیگری ایجاد میشه. اینها اومدن طبقه طبقه با هم چیده شدند پپتاید ها. پس بنابراین اگر داریم استفاده می کنیم طریقه دیگه داشته بدونیم، در منهای 4 درجه دیگه داری میشه. اگر بیرون از یخچال اومد خواستیم استفاده بکنیم باید دمای معمولی رو بگیره، اگر روی پپتاید دیدید که بخار هست حتما باید پاک بشه. هیچ موقع از نورمال سالین استفاده نکنیم، یعنی از سرم فیزیولوژی برای پپتاید استفاده نکنیم. بعضی از دوستان پیشنهاد دارم میدن که استفاده میکنن چون ماندگارش بیشتره، این کمال نافهمیست، ماندگاری نداره پپتاید. پپتاید میانگین بوردر لاینش در کمتر از چند دقیقه است در بدن، نیمه عمرش طولانی است، ماندگاری نداره اصلا. این میاد که به رسپتور بچسبه، به همین دلیل گفتم شما سطح لاین فعال کنید، به همین دلیل گفتم که شما بیاید در امتور فعال بشه بتونه زنجیره، شما باید زنجیره ایجاد کنید. پپتاید در بدن ما بایستی میوفیبرا رو تحریک کنه، بایستی تارچه رو بسازه و بعد تار از آن رو بسازه و ما بیم هایپرتروفی پیدا کنیم، یا بخوایم هم هایپرتروفی رو بخوایم ریلیز بکنیم با چربیش رو بگیریم. پس بنابراین زمانی نداره، این توجه بکنیم. اگر طولانی مدت بخوایم نگهداری بکنیم حتما اینا 20 درجه است.
دوستان میگن که آقا ما از بیرون وارد میکنیم، ببین پس با چه شرایطی وارد میشه، آیا واقعا ما میتونیم بهش اعتماد داشته باشیم یا نه. من اینا رو صحبت کردم. بچه ها چون پپتاید در چیز هست، پپتاید چون تریپتوفان داره، وقتی که شما از خونه در شرایطی قرار گرفت کشیدین خواستید بزنید، چون تریپتوفان داره خیلی سریع اکسید میشه، پس بنابراین زمان بین کشیدن و تزریق نباید زمان میشه، اما کجا بزنید بستگی داره که چه هدفی دارید. اگه در جداره دل میخواید بزنید، پوست میخواید بزنید، با زاویه 10 تا 15 درجه باید وارد بشه. اگر قراره که شما میخواید در سابسکرار بزنید، برید در داخل اپیدرم بزنید، توی پارت شرقی ریز بکنید، باید حتما 45 درجه زده بشه. اما اگر بخواید عمیق بزنید در داخل عضله، حتما بایستی عمیق زده بشه. این در واقع ببینید بیشتر است. خب ببینید اما چقدر خوبه دورانی که دوستان که الان سوال از جناب آقای داده شریف داشتن، ما چیکار کنیم؟ دوستی بود اینجا سوال میکرد ما چجوری ریکاوری رو بکنیم، شما بودی زاده چجوری ما بریم پی سی دی رو بریم، به چه شیوه بریم، به همون شیوه که شروع کردیم بریم. چگونه شروع کردیم؟ با تست. شما تست بایستی بدیم. نمیدونیم که الان که ما اینجا هستیم باید فردا چند تا مون نیستیم، واقعا نمیدونیم. بچه‌ها توجه کنید، دوران زمین تغییر پیدا کرده، ما قدیم خیلی فرق پیدا کرده، بقای اون یکم متفاوت شده، زمینی که بقای اون طولانی شده. الان در امریکا یه رشته وجود داره به نام در همین رایز استار اومدن در دلیز این بون برای کار میکنه، یعنی دارن کار میکنن که اون طولانی تر بشه و از همه پیدایی. ولی چقدر جواب میده؟ حالا در خود صحبت میکنم که چه رسپتورهایی دارن آزاد میکنن که اتفاقی. پس بنابراین من باید اول مارکرار مورد ارزیابی قرار بدم. بچه‌ها مارکرار میدونین چه در بدن شنیدین؟ تومر مارکرها رو مورد ارزیابی قرار بدید. یک آلفا فتا پروتئین مخصوصا خانم ها، بتا اکسیجی آقایون، LDH هر دو، CA125 به خاطر یه چون رو تحریک میکنه. پس برابر این سه تا این چهار تا مارکت باید اندازه‌گیری بشه، بسیار مهم است. اگر شد من دقیقا میفهم که در بدن ما سلول مهاجم نداره، شما باید و بعد باید سنجش چون میخوایم پپر استفاده کنیم، چون میخوایم سوماتروبی تحریک بکنیم و سد دفاعی انسولین در بدن ما مورد تهاجم قرار نده، از لازم آزمایش هموگلوبین ایوانسی انجام بشه. در هموگلوبین ایوانسی نمیتونیم شیم که با قند ناشتا من قندم شسته ولی هموگلوبین ایوانسی تون چنده. این آزمایش کنون و بعد آزمایش کنون. ببینید وقتی که ما پپتاید مصرف میکنیم دقیقا داریم تحقیق میکنیم بدن، بدن ما در تعادل. دوستان شما همه بدن در تعادل، دو چشم داریم، دو مغز داریم، دو گوش داریم، دو بینی داریم، دو دندان داریم، دو تا قلب داریم، همه بدن شما در تعادل موازیه، اما من دارم این موازی رو به هم میریزم. وقتی که میریزم به هم شما مطمئن باشید که یک سری اخلال ایجاد میکنه، یعنی من الان یه نیستم. وقتی که من دارم هورمون استفاده میکنم صرف بر پپتاید تنها، اما جنابالی به من میگه که در کنار هیترالین شما خیلی بهتره تیش پرپیسیز استفاده کنید و در کنارش هم شما به این استرازول هم بزنید، ما این نبینیم، ما این دوره استفاده نمی کنیم. حالا میخوایم این دوره چه اتفاقاتی میفته؟ پس این سیکل، این تومر مارکرها خیلی مهم هست که باید انجام بشه و از همه مهمتر این بالانس کننده است. خانم ها از همه بیشتر از آقایون برای شما این خیلی مهم، تیروید خیلی مهم است. خدا نکنه با دوچار آرزه بشیم، خدا نکنه دوچار مشکل بشیم، ما نمیدونیم داریم دست کاری توی این میکنیم، ما نمیدونیم که چرا داریم توی تیریمون رو میاریم بالا. میگیم بعدا ما جواب میده با چهار تا بحث درست میشیم با دویدن. نه، ما نباید از مهلال ایجاد کنیم، در تعادل بریم جلو، در تعادل بریم جلو.
از آزمایشات مثل تیوی انجام بدید. TSH پر رایتین. اگر الان من که جنیکوماستی دادم، منی که خوابم به هم بریزه، من که دمانس بدنم کم به دست بدن میزنیم، میگن زیدیم میگن چون بدن دوچار یخه. اگر وقت این طور هستش پرورایتین من بالا هست و به من پیشنهاد فلانچی زده میشه، ناخودآگاه من باعث افزایش پرورایتین میشم. چرا؟ چون کورتیزول رو میکوبن. کورتیزول خیلی خوبه که بد نیست. پس بنابراین باید سطح اینا اندازه گیری بشه، بعد آزمایش یورین ادرار از نظر دفع پروتئین. استاد سرجی فکر میکنم اینجا باشه، برادرشون با من کار میکردن، ایشون وقتی که من فرید من صحبت کردن دوچار پروتئینوری در بودن، درست بودم؟ یعنی هر کاری که قبلا برای اتفاقشون اتفاق افتاده بود این روند ادامه داشت، یعنی پروتئین در ادرار. خب یکی میگه مهم نیست من پروتئین زیاد میخورم در ادرار پروتئین دارم. نه، پروتئینوری در ادرار یعنی اشکال در سندروم یک کروموزوم در بدن. میتونه مادرزادی باشه، اوکی، تا آخر اونشم طبیعیه، ولی میتونه در اثر عارضه باشه. این پروتئین کلی شما تاثیر میذاره. از سطح آزمایش ادرار 24 ساعته شما باید از نظر کراتین و از نظر پروتئین انجام بشه، چون شما میخواید توازن ایجاد کنید. ما میخواییم مسلح بریم استاد یزدان، وقتی قرار ما مسلح بریم باید این آزمایش رو انجام بدیم. اگر انجام دادیم اوکی بود، با نظر یک متخصصی که دانش ورزشی و دانش فیزیولوژی داشته باشه. بله، یک پزشک ممکن ندونه اصلا و نه انجام دادنه، ولی من بهرمه نمیخوام نداریم، یه چیزی نه وجود نداره. پس باید چه کار بکنیم؟ با دانش این جلو سطح این دونی بالا که حداقل متوجه بشیم که ما خوب هستیم. خوب اثر پپتاید. ببینید در این تصویر هم که شما میبینید اثر پپتاید روی گروس هورمون میاد دو تا تحریک انجام میده. باید اگر بخوایم گروس هورمون تحریک بشه، ببینید بچه ها که در دوران رشد هستن، شاخ هستن، اونا که در دوران کودکی بهشون مواد غذایی میدن که سلول چربیشون بیشتر بشه، باعث رشد بهتری در دوران رشد میشه. چرا؟ چون هورمون رشد نیاز داره، هورمون رشد باید بشکنه، باید اتوباید بکنه چربی. دو تا کار انجام میده. یکی این که میاد و بیره تحریک میکنه آجیبان. آجیبان خیلی خوبه، آجیبان یه هورمون جوانیه. بعد آجیبان به طور غیر مستقیم میاد بون روی مغز استخوان تاثیر میذاره. اما اگر من دچار کمبود آنمی به 12 داشته باشم، که یه آنمی پرنشیروز داشته باشم و یه کمخونی هست، دکتر برای آزمایش کردن که تو میکروسیت داری، یه کمخونیه، و دکتر میاد برای شما در مرحله اول جنرال دیگه میاد میگه شما یه دونه مثلا اسیتولیت بخور یا یه دونه بکومریس مصرف کن. اما یک اشکال اینجا وجود داره که چه من دچار آنمی پرنشیروز چه میکروسیت هستم. وقتی که این میاد تحریک میشه آجی اپان در اینجا برای این شخص، اینجا میشه آرزن. و یک کار دیگه هم که انجام میده در حقیقت آقایت میکنه چربی رو و دوست داره در حقیقت مخالف چربی هستش، یعنی چربی رو میخواد عاشق چربیه برای که تولید انرژی میده. پس اصلا دوتا بلوکی داره، بعد چربی رو اونو تحت کنترل قرار میده، در سنتز پروتئین بسیار تاثیر پذیره و میتواند اثرات رشد رو ایجاد بکنه. روش در عضلات و استخوان داریم. امروز ثابت شده بینم درست بچه ها در سن بعد از رشد، یعنی ما سن رشد میگیم 13 تا 15 سال خانوما تا 16 سال آقایون، ولی تا سن 25-26 سالگی امروزه داریم افزایش قد میدیم. تاثیر پذیره منتها در شرایطی که حتی ایپلیس بسته باشه، صفحه رشد اینجا بسته شده باشه. خب افزایش تاثیرات رشد ما میدونیم چیه؟ افزایش سرعت فرآیند ریکاوری. یه مثال بزنید در ارزش فرآیند ریکاوری که بیشتر ورزش فوتبالیست ها و کشتیگیرها بیشتر از شما، یعنی بیشتر پرداشند ها کار رو میتونن استفاده کنن، بیشتر از ورزش بردارا، بیشتر از تمرین قدرتی اونا استفاده میکنن، حتی ورزش کارا. به نظر شما کدام پپتاید هست که در فرآیند ریکاوری رو بهتر کنه؟ جان تیموزین تیبی 500 ریکاوری رو خیلی سریع میکنه. از یک حساب کنیم افزایش سنتز پروتئین در توده های عضلانی داره، در مورد صحبت میکنیم. تنوع آسیب دیدگی با سرعتی بیشتر، افزایش قدرت سیستم دفاعی بدن،
کاهش محسوس چربی، رشد تار عضلانی. اما هدف ما چیست؟ ما بیاییم سود ضرر رو مشخص کنیم.